با نام خداوند متعال، بینندگان گرامی سلام، خوش آمدید به یک دیگر از برنامه‌های خبرگستر از شبکه تلویزیونی استقلال. مذاکرات بین الافغانی روزنه است که برای ایجاد صلح در کشور به روی مردم باز شده است، اما تأخیر در این امر باعث ایجاد سوالات زیادی در رسانه عامه شده. این موضوع از اهمیت خاصی برای مردم، حکومت افغانستان، طالبان، آمریکا و حدود 20 کشور دخیل در این امر برخوردار است. به موضوع مذاکرات بین الافغانی و تحلیل این قضیه می‌پردازیم با مهمانان من در این برنامه: عبدالقادر کامل، آگاه امور سیاسی، و محمد جواد بیاد، آگاه امور سیاسی. مهمانان عزیز، خوش آمدید برنامه. آقای کامل، از شما شروع می‌کنیم. گفتگوهای بین الافغانی هست تا صحبت های در رابطه که پس از توافقنامه طالبان و آمریکا به وجود آمد و قرار بود که دو هفته بعد از این مذاکره و توافقنامه‌ای که امضا شد این مذاکره شروع بشه، گفتگوهای بین الافغانی به نحوی که حکومت و طالبان با هم بنشینن، اما به تاخیر افتاد و کشانده شد تا این زمان. حالا هم یک شورای مصالحه تحت رهبری آقای عبدالله تشکیل شده در ظل حکومت آقای غنی که قرار هست گفتگوها را ایجاد بکند. آیا به نظر شما گفتگوها با چنین حالتی که وجود داره و با این همه تأخیر و یک سری از شبهاتی مانند کمپاینی بودن این گفتگوها برای یک سری از افراد، مخصوصا برای آقای ترامپ، این گفتگوها سر خواهد گرفت، آیا اصلا دایر خواهد شد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض حرمت حضور بینندگان خوب شما. استاد بیاد میمان حاضر در گفتمان امروز و همکاران تکنیکی شما. مردم افغانستان امیدوار بودند که به مجرد پایان یافتن جنجال های انتخاباتی یا بحران انتخابات، مسئله صلح یا روند صلح سازی از یک شتاب بیشتر برخوردار شود. و بعد از اینکه دو مراسم تالیف در یک روز اجرا شد به تاریخ 19 اوت که 98 که مطابق با 9 مارچ سال 2020 بود، هر دو دسته انتخاباتی، هم تیم ثبات و همگرایی و هم تیم دولت ساز، در امود جریان وعدایی که برای مردم دادند در جریان مراسم تالیف گفتند که مسئله صلح در اولویت کاری ما قرار داره. یک خوب بحث جنجالای انتخاباتی بود که به آمدان مایک پمپیو به تاریخ 4 حمل سال 1399 هشدار داد که اگر به جنجالای انتخاباتی نقطه پایان گذاشته نشوه، ایالات متحده آمریکا در حدود 1 میلیارد دلار کمک های نظامی خود قطع میکنه. و این عمل در سال 2021 هم تکرار میشه و در پروژه های توسعه‌ای که به ارتباط افغانستان تجدید نظر میکنه و زیر فشار ایالات متحده آمریکا و جامعه جهانی، بالاخره مردم افغانستان شاهد بودن که هر دو دسته انتخاباتی یک توافقنامه سیاسی رو به تاریخ 28 ثور به انجام رساندند، با امضا کردن. و خوشبینی ها به وجود آمد که همین روند صلح‌سازی در اولویت کاری حکومت وحدت ملی بگیم یا حکومت مشارکت ملی بگیم قرار بگیره. متاسفانه از تاریخ 28 هوت سال 28 ثور سال جاری که امرو 15-16 سرطان تقریبا یکنیم ما میگذره، تا هنوز میبینیم که همون موادات توافقنامه سیاسی برای کاغذ مونده. طوری که شما پیشتر اشاره کردید، یکی بحث ایجاد شورای دولت بود، یک شورای دولتی که به رئیس جمهور مشوره بده و به خاطر یک اجماع سیاسی کار بکنه، و یک ایجاد شورای مصالح ملی بود که در رأس از دکتر عبدالله قرار داره و 5 نفر معاون داره. خب تا حدی، تا جایی که از طریق رسانه شنیدیم، 2 نفر معاونین دکتر عبدالله که یکی بابور فرمان معاون اول از و دیگه اسدالله سادتی معاون دوم از بود و خود از این فعلا همی کار شروع را پیش میبرند، مگر به ارتباط 3 معاون دیگه از این و افراد دیگه که در ترکیب ساختار بیاید تو هنوز کاری انجام نشده. و من فکر میکنم که مسئله صلح افغانستان بیشتر تحت شوای زدبندهای سیاسی قرار گرفته و حال چون سهم دکتر عبدالله در کابینه 50% تعیین شده به ترتیب ولی ها
و دیپلومات ها و در مجموع به اسلام داده شده. شما بیانه که هنوز کابینه ای حکومت تونست تشکیل نشده و حتی وقتی که اشرف غنی به تاریخ امو تاریخ نزدیه بود که دای مارچ بود، وقتی که مراسم تعلیف را بجا آورد به مردم افغانستان وعده داد که ما تا دو هفته آینده یک کابینه را میسازم، یک حکومت را میسازم که همه شمول باشه، همه پسند باشه. و با این ترتیب دکتر عبدالله هم وعده هایی داد و بعدا مسئله سر گفتن در اولویت کاری ما قرار داره. متاسفانه یکی از جمله عوامل میتونه همی باشه که اینا مصروف زدوبند های سیاسی هستن سر تقسیم قدرت، چون بیاکت افراد وعده داده بودن هم تیم دولت ساز هم تیم ثبات و هم گرایی. حال هر کدوم از اینا خان از اینا داره، یک تا تکداران قومی، تکداران مذهبی، کسایی که به نفع از اینا پول بسیار کلان مصرف کردن که نقش جایگاهی از اینا در بدنه تکنیکی، اداری، اجرایی و ساختار قدرت چی میشه، یکی از جمله عواملیه. و یکی از جمله عوامل دیگه عوامل بیرونیه که ایالات متحده آمریکا یک اراده قوی به خاطر آمدن صلح و ثبات پایدار در افغانستان نداره و هم توافقنامه که به تاریخ 29 فوریه سال 2020 که مصادف به دای هوت سال 98 بود میان طالبا و ایالات متحده آمریکا به امضا رسید، تقریبا 4-4.5 ماه از امضای توافقنامه میگذره. تو هنوز هم میبینید که بعضی ماده هایی از که به نفع طالبا و ایالات متحده آمریکا بوده تودید تطبیق شده. مثلا یکی از جمله ماده هایی بود که ایالات متحده آمریکا با اساس نمی توافقنامه از 13,000 نیرویی که در داخل افغانستان داره، در حدود 4,400 نیروی خود در ظرف 135 روز از پنج پایگاه بیرون میکنه. و چند روز پیش ترامپ اعلان کرد که پیش از اینکه امروز چرانی ما پوره بشه ما تعداد نیروی خود به 8,600 کاهش دادیم، یعنی 4,400 نیروی رو ما از افغانستان خارج کردیم. و یکی دیگه یک بحث بسیار مهمی بود که مسئله کاهش خشونت بود که حتی امروز پنتاگون صدا بلند کرد، سفید ایالات متحده آمریکا صدا بلند کرد و به می ترتیب جامیل جنی صدا بلند کردند که طالبان به تعهدات خود پایبند نبودند. و یکی از جمله عواملی که جامیل جنی میگه که چرا مذاکرات بین الافغانی شروع نمیشه انمی است که طالبان تعهدات خود عملی نکردند. و اینا بیشتر ما شاهد رویدادهای بسیار خونینی هستیم که از میان افراد ملکی، از میان افراد غیر نظامی و از بین نظامی هم قربانی میگیره. و مسائل دیگه هم هست که در جریان بس بله صحبت خواهیم کرد. ممنونم از شما. صحبت از مذاکرات صلح هست و مذاکرات بین الافغانی. آقای بیات، صلح در کشور امری شده متاسفانه که غالبا طوری که مطرح شد در گفته های آقای کامل هم این مبرهن بود که گاهن از این سو استفاده میشه به علت اینکه کامپاین بتونن برای خودشان را بندازن و یا هم خودشان را قهرمان صلح در کشور جا بزنن. به نحوی با این حال آیا تا حال با این همه وعده هایی که داده شده هم از طرف تیم ثبات و ببخشید تیم دولت ساز و همچنین تیم دکتر صاحب عبدالله که آمدن یک سری شعارها را دادن در رابطه با تشکیل، آیا تا اکنون تشکیلی ایجاد شده که همه شمول باشه و همه او را قبول داشته باشن و برای مذاکرات آماده شده باشه؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام خدمت شما جناب آقای علیزاده و جناب استاد کامل و بینندگان عزیز. در مورد مذاکرات صلح بین الافغانی اگر ما از مشروعیت این قضیه خواسته باشیم صحبت کنیم، من فکر میکنم از وهله اول که مذاکرات دوحه قطر شد یک مشروعیت خاصی به این قضیه خصوصا بین الافغانی داده نشد. مذاکراتی که در دوحه قطر انجام شد در مورد افغانستان بود، در مورد سرنوشت مردم افغانستان، ولی هیچ شخصیتی رسما به اون مذاکرات شرکت نکرده بود. از طرف دولت افغانستان، از طرف دولت افغانستان دعوت نشده بود. از طرف خود دولت قطر هم حالا برای تأخیر کردن مردم بود یا دولت بود، هر چه که بود شرکت نکرده بودند و اونجا اشتراک نبود از مردم افغانستان. از همون بحث اگر ما پیش بیایم و نگاه کنیم میبینیم که فعلا یک بعد قضیه اینه که این فقط برای اینه که آقای ترامپ یک مقداری از وعده هایی که به مردم داده بود، به مردم آمریکا که من نیروها را از افغانستان میکشم، پایان جنگ و یک صلح به افغانستان و منطقه میارم و حالا هم که نزدیک به انتخابات آمریکا هست مایه این کار رو انجام بده. میبینیم که همین کشدار شدن این قضیه رو به طرف انتخابات آمریکا که در همین سال جاری هست
یک نکته صحیح میگذاره به همین قضیه که تا برسه به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و آقای ترامپ بگه که بله من به افغانستان یک صلح بین آمریکا و طالب آوردم، صلح بین الافغانی هم در جریان هست که من کار انجام بدم. بله. و ای که حالا مردم ما و دولت مردای ما چقدر باور دارن به این صلح، ای یک بعد قضیه دیگه هست. آیا تشکیل ایجاد شده؟ سوال من مطرح کردم در رابطه با تشکیل هیئت مذاکره کننده. الان دکتر سیب عبدالله و دکتر سیب غنی بیشتر زاده بندشان در رابطه با همین قضیه هست، طوری که مطرح شد. آقای کامل هم گفتند از 5 معاون شورای مصالحه ملی تا حال 2 معاون مشخصه و 3 معاون دیگر نه. از طرفی هم آقای غنی به شدت منتظره که آقای عبدالله کابینه خودش رو معرفی بکنه تا بعد از او در کنار از او بتونه شورای مصالحه هر افرادی که داره معرفی بکنه که آقای غنی هم یک سری اقدامات رو در این رابطه داشته باشه. تا حال این تشکیل، آیا یک تشکیلی که تا هنوز مطرح شده و اسمهایی که درس کرده از بین این معلوماتی که هنوز سری باقی مانده، آیا میتونه یک تشکیل خوب باشه برای هیئت مذاکره کننده صلح افغانستان؟ حالا یک چیزی از تریبون ها گفته میشه، از رسانه ها گفته میشه، ولی عملا ما چیزی که میبینیم فعلا قدم در این راه برداشته نشده. شاید اسامی اعلام شده باشه یا مثلا هیئت مذاکره کننده چندین دفعه از همون اوایل قبل از اینکه شورای مصالحه ملی اعلام بشه چندین دفعه هیئت های آمدن تشکیل شدن، نام های برده شدن، ولی خب ما میبینیم عملا کار تا حال انجام نشده. مگر اینکه از زمانی که آقای دکتر عبدالله شروع کردن در شورای مصالحه ملی به عنوان رأس این شورا شروع کردن به کار کردن، فعلا هنوز هم اولویت اونها مذاکرات بین الافغانی نیه. هنوز یک مشکلات بین دولت و جناب آقای دکتر عبدالله هست که اینا رو دارن حل میکنن. چه مشکلاتی؟ مثلا فرض کنیم در باب همی که اگر آماد و مصالحه شد و صلح بین الافغانی بین طالبان و افغانستان صورت گرفت و دولت به پایان نرسید، 5 سال آقای اشرف غنی حق داره حکومت کنه و مدت حکومت اینه، اگه در همی بین آماد صلح صورت گرفت، آیا آقای اشرف غنی حاضر هست به خاطر مصالح مردم و به خاطر صلح که در کشور هست از جایگاه خوبی پایین؟ که میگن فعلا ایشون قبول نکرده و این یک موضوعی هست بین اینا که دارن در این مورد صحبت میکنن. بله، در رابطه با تشکیل سوال کردم آقای کامل. در تشکیل هیئت مذاکره کننده تا حال مطرح شده 4 بانو اشتراک دارن که بیشتر بانوان دغدغه ای را داشتن، دی سایر بانوان که حالت سمبولیک داره بانوان مذاکره کننده در این هیئت در شامل ازی. از جوانان کسی نیست طوری که باید باشه به نمایندگی و غالبا از احزاب و سمت ها و گروه های انتخاباتی دو تیم تشکیل شده. به نظر شما آیا این هیئت مذاکره کننده مورد تایید قرار میگیره؟ اول خوب امید تاریخچه یک تعداد کشورها که من مطالعه کردم به ارتباط روند صلح‌سازی از تایلند و کامبوج و سودان گرفته تا به کولومبیا و سریلانکا و یک تعداد کشورها، تعداد اعضای مذاکره کننده از 7-8 نفر بیشتر نبوده. مگر متاسفانه در افغانستان فرق میکنه. بنج هر تکدار قومی، هر تکدار مذهبی، هر دلال قدرت، جزیره های متعدد قدرت پهلوی هم چیده شده که هر کدام از اینا میخواهند همون داماد و بچه خاله و خسربوره و بچه کاکاخ روان بکنن، فکر میکنن مثل یک دفعه دیگه کبروی افغان رفت به قطر که یک هیئت 250-300 نفری بله در ترکیه و از این آماده بود. حالا می هیئت 21 نفری که من مطالعه کردم، من این نامای از اینا کلن به ذهن من هست. متاسفانه که با همین هم ممکن دست به زیای صورت بگیره، به خاطر از اینکه یک تعداد خانوما 5 تا بود و یک بانوی که از آدرس نوتهای جامعه مدنی اومده بود به نام خانم شلافری، بدون از اینکه کدام دلیلی داشته باشند با نام از زیر خط زدن به عوض از یک مردر شامل از این کردند و هنوز هم معلوم نیست که همین ترکیب باقی میمانه یا نمیمانه. بله، این هنوز چی است؟ ما بارها گفتیم که روند صلح‌سازی یک کار تکنیکی و یک کار تخصصی هست، یعنی یک تعداد افراد نخبه، افراد متفکر، افراد آگاه، متفکرین و استراتژیست های سیاسی، نظامی و کسانی که در حوزه صلح‌سازی از اون توانی ها و ظرفیت های بلند ملی برخوردار هستند، تجربه دارند، اینا باید باشند. باید اطراف بیطرف باشه. بله. اما شما بریم این ترکیب را ببینیم، اکثر از اینا کسایی هستند که اگر خود از اینا در جنگ های 40 ساله افغانستان دخیل نبودن، پدرای از اینا در این جنگ دخیل بوده. بله.
و یک نفر علی خود نامده و میبینه پسر خود معرفی کرده، یک جوان معرفی کرده که او فکر نکنم که تو اگر شما پرسان بکنه که به افغانستان چند ولایت داره و مساحت افغانستان شاید نفهمه. چی جوابی که یک تحلیل مشخص از بدیه وضعیت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی افغانستان داشته باشه و ارتباط مسائل بین الملل و روند حوادث و رخدادهایی که در سطح منطقه در هر روز در حال شکل گیریه یک مطالعه داشته باشه. بلند پیشنهاد ما این است که همین هیئت هم که برای هیئت 21 نفره ما فکر نکنم اینا کاری را از پیش ببرند، به خاطر از اینکه به استثنای چند نفر محدود و انگشت شمار دیگرای تو کسایی نیند که اینا در حوزه سلسلزی از متوانی ها و ظرفیت های بلند برخوردار باشند. و یا که دیگه تو جایی که به شورای عالی مصالحیه، حالا شما ببینید که ساختارهای متعددی ایجاد شده. یک مشکل ما اینه که تو هنوز یک آدرس، یک شورا و یک نهادی که از یک مشروعیت و مقبولیت ملی برخوردار باشه در داخل افغانستان ساخته نشده. حالا شما ببینیم که از سال 89 در جوزای سال 89 پولای بسیار کلان مصرف شد، یک جرگی ملی مشورتی سال ایجاد شد، به تعقیب از در ماه سرطان سال 89 یک هیئت 70 نفری در ترکیب از او اکثر نمی افراد پیر و سال خورده و یک تعداد تکداران و دلالای قدرت بنوان از اینکه باج بدند و برای یک تود زمین های کار و فرصت های شغلی را ایجاد بکنند در ترکیب همین شورا بود و این شورا 10 سال باید خود ادامه داست ملت رو نسکرر بکنه. پیش از یک شورای دیگه بود به نام تحکیم صلح و همال هم شما ببینید که نوتا و ساختارهای موازیر رو میبینید. خوامال شما ببینید که به ارتباط ایجاد شورای عالی دولت این ارتباط اجماع سیاسی کار میکنه و این اصلاحیت های هم داره. خو این یک ساختار موازی است. یا شورای عالی مصالحه که معلوم نیست ترکیب از چند نفره، چرا 3 نفر همین معاونین دیگه از اینا معلوم نمیشن، چرا اینا شروع به کار نمیکنن؟ یا مثلا به نام وزارت در امور صلح، وزیر دولت در امور صلح یک ساختار دیگه هست، شورای امنیت ملی یک ساختار دیگه هست، وزارت خارجه افغانستان حالا شما ببینید که با پیشقدم شده که بنویسه هفته به روز دوشنبه میخواد که یک نشست منطقه‌ای رو با 20 کشور چی بکنه برگزار بکنه، بروز سه شنبه باز این یک نشست سه جانبه بین افغانستان، پاکستان و چین است و بروز پنج شنبه یک نشست فرامنطقه‌ای. اینا باز همین نشست های سه جانبه و چهار جانبه و پنج جانبه و شش جانبه ما هم از اینا رو یادداشت دارم و ذهن ما هست از سال 2012 به این طرف مانه. هیچ کدوم از اینا نتیجه نداده، باز حالا اینا پیچیدن به این نشست های سه جانبه و چند جانبه و منطقه‌ای باز اینا از صفر. یعنی مشکل این هست، هدف ما این است که تو هنوز یک نهاد و ساختاری که در اون متخصصین حضور داشته باشه، افراد بیطرف حضور داشته باشه که بتونه در بین طرفین جنگ درگیر جنگ بتونه میانجیگری بکنه وجود نداشته. فقط بخشخالی فلانی، برارزاده فلانی، پسر فلان رهبر به اساس همین مورچینی ها همین ترکیب آماده و عملا که من باور ندارم. خوب اول خوب دکتر صیب عبدالله حتی پیش از اینکه نتیجه انتخابات ریاست جمهوری معلوم شوی میگفت برای ما صلح امنیت داره، که حتی میگفت ولو اگر طالبا بپذیرند که مذاکرات بین الافغانی شروع بشه من حاضر هستم اگر رئیس جمهور افغانستان هم باشم از اون مقامات کنار برم و می روند صلح درست مدیریت بشه. حالا شما ببینید به رئیس شورای عالی مصالحه تعیین شده، ظرف یک نیم کار از اینو معلوم نیست. حالا از اینو باید پرسان بشه که شما آیا برای همی هیئت گفتگوی مذاکره کننده شما کدام نقشه راه ترسیم کردین نکردین؟ ایتو نشه در گذشته متاسفانه این مشکل وجود داشته، یک تعداد افراد به نام هیئت گفتگو کننده مذاکره بودند و یک بار اینا یک هیئت 12 نفری اینا به قطر با ابو ظبی هم رفتن که طالبان اینا رو قبول نکردن و اینا ایتو نباشه که باز اینا به داخل تیارا و هم دیگر معرفی بشن، اینا پیش از بعد اینو کار بکنن جلسات مشترک داشته باشن که اگر همین مسئله بحث راهی زندانیان که این حکومت افغانستان 4000 زندانی طالبان رو رها کرده و 500 نفر امروز رها میکنه و تا آخر هم یفته فکر میکنه 5000 تکمیل بشه و طالبان 700 نفر زندانی افغانستان رها کردن نیروهای امنیتی و قراره که همون 1000 از اینا تکمیل بشه و طالبان گفتن که بعد از خروج بعد از آزاد شدن 5000 زندانی ما حاضر هستیم که در ظرف یک هفته گفتگو رو آغاز بکنیم. خب فرض کنه که نمی هفته آینده تمام زندانی ها آزاد شد و طالبان حاضر شدن که اینا میز مذاکره برن، معلوم نیست که حکومت افغانستان چی آمادگی داره همون نقشه راه را یا یک راهکار را برای شورای برای همین هیئت گفتگو کننده مذاکره ترسیم کرده که بازار موجود همون اجندو بنان انمی تکثر دیدگاه ها کوبیدن بر تبل اختلافات سناریوها و اجنده های ابهام آلود
و نبود یک دیدگاهی واحد و مشترک در حوزه سلسوزی انمینا همه باید شده تا پروسه سل بنوی سرنوشت دوچار بشه. بله، در رابطه با آزادی زندانیان خواهیم پرداخت، اما قبل از آن مطلبی که مورد اهمیت هست آقای بیات، افزایش حملات طالبان به صفوف نیروهای امنیتی هست، چه تأثیری بر روند صلح داشته؟ آیا این حملات باعث از این نشده که به تأخیر بیفته این روند مذاکرات؟ ببینین، تشتتی که در بین افکار یا بین شخصیت های سیاسی در افغانستان هست باعث میشه که طالبان از این فرصت استفاده کنن. به هر حال برای قدرت گیری این تفکر خود از اونایه که مگر خواسته باشیم سهم بیشتر بگیریم یا قدرت بیشتر بگیریم، تنها راه همین حمله کردنه. اما یکی از مقرراتی که تعیین شده بود بین آمریکا و طالبان بود که خشونت ها کاهش پیدا بکنه. خشونت ها حالا این ما گفتم دیگه، خیلی چیزها در حاله از ابهام به همون مذاکراتی که در قطر شده. خود شما میفهمید، شاید خود شورای امنیت آمریکا هم بعضی از موادی که آماد در همو تعهدنامه و در همو مصالحه نامه که بین آمریکا و طالبان انجام شد، شاید خود از اونها هم در جریان نباشن. یک سری از چیزها اصلا در حاله از ابهامه. شما نگاه کنین، ما اگر امروز نگاه کنیم، طالبان به خاطر اینکه قدرت بیشتر بگیرن، حالا یا این تفکر از طرف کسی به زونا تزریق میشه یا تفکر خود اینا، به خاطر همی میان این حملات رو انجام میدن. و از طرفی هم دولت مردا اصلا به فکر از این نیان که حالا ما بیایم زودتر یک ساختار تشکیل بدیم، تا به وسیله همی ساختار و به وسیله همی موادی که آماده میکنیم و به قول جناب استاد همی کسایی که انتخاب میکنیم برای مذاکره کردن، یعنی همه هیئت مذاکره کننده، به وسیله از این بتونیم قدم اول برداریم و همه کاهش خشونت ها رو در افغانستان انجام بدیم، یعنی این کاهش پیدا کنه و قدم اول برداریم. ولی خب متاسفانه یک چنین چیزی فعلا اتفاق نیفتاده. صحبت از قدم اول است، با این وصفی که شما میگید پس صلح آمدنی نیست و اینها همه یک سناریویی از قبل چیده شده برای هست که به نحوی مردم سردرگم بشن. ما گفتیم یک بعد قضیه اینه که این قضیه کشدار بشه تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. از یک طرف جناب آقای دکتر سیف عبدالله به موقعیت خوبی قرار گرفتن. اگر واقعا خواسته باشن کار کنن و اگر واقعا دلسوزی از اونها و اولویت از اونها بوده که به گفتار خوب گفتن، اگر در عمل هم یک چنین چیزی باشه برای مردم افغانستان دلسوز باشن، همو گفتار رو باید پیاده کنن. اگر همی هیئت یک هیئت متخصص متعهد دلسوز به مردم افغانستان، یک هیئت درست بشه که اینا جناهی نباشن، اینا شخصیت های نباشن که سفارش شده باشن، کسانی باشن که بشینن و برای مصالح مردم افغانستان فکر کنن و برن مذاکره کنن، من فکر میکنم موقعیت خوبیه که مردم اینجگا خود هیئت مذاکره کننده و خود دکتر صاحب عبدالله همراه بشن و از این برگ برنده نتیجه مطلوب بگیرن. حلقاتی که دور و بر این گروه ها هست آقای کامل، مثلا تیم آقای عبدالله و تیم آقای غنی، حلقاتی هست که قدرت هم دارند و اگر آنها خودشان را در او هیئت نبینند، به نحوی شاید یک سری از خدشه های را وارد بکنند در درون حکومت افغانستان و یا هم باعث یک سری از اختلالات در درون کشور بشن، مسیرها را ببندند، جنگ های میان مردمی میان قومی را بندازند و 101 دسیسه ها و کارهایی که در دهه 70 ما شاهد از او بودیم و دیدیم این مسائل، یا حداقل در تاریخ افغانستان خواندیم که چگونه ورق زدن دور برنده افغانستان را، در حالی که میشد که بعد از او جنگی که روس ها بیرون شد با یک همبستگی ملی خیلی راحت میشد که کشور را اداره کنند، کاری که افغانستان و کار را انجام دادن نتوانست. با این وصف الان اگر همی تکداران قومی که شما گفتید و بزرگان و سیاستمداران و یا هم عمو درون حزبی هایی که آقای بیات گفتن، اگر قرار نداشته باشن در هیئت مذاکره کننده، آقای عبدالله و آقای غنی ممکنه که دچار یک سری از مشکلات در درون کشور بشن. آیا فکر میکنید که آقای غنی و عبدالله به خاطر یک سری از مصالحه ها و صلاحی و صلاح دید هایی که دارن در ذهن خودشان دارن چنین افراد رو انتخاب میکنن و اگر چنین افراد انتخاب بشه چه ضرری به افغانستان خواهد رسید؟ ما نگرانی وای است که دکتر سیف عبدالله و دکتر سیف اشرف غنی پشت درهای بسته اینا با توافق نرسیده باشند با هم دیگر. چگونه؟ مثلا زلمه خلیلزاد قبلا هشدار داده بود که اگر انتخابات در افغانستان برگزار نشوه، اولویت صلح و روی یک حکومت موقت، حکومت سرپرست یا این مسائل بحث میشد و گفته بود که هشدار داده بود که حکومت افغانستان هم باید ظرفیت تعامل با صلح داشته باشه و هم با انتخابات داشته باشه.
یک پال بات پیش از بر نتیجه انتخابات بود، معلوم شدن نتیجه انتخابات. و دکتر سپه اشرف‌خانی هم بارها گفته بود که اگر ما به قدرت برسم، ما تا 5 سال بعد به قدرت ادامه بودم و در جریان 5 سال ما میتونم که طالبان رو بروند سال بکشم، مانند حزب اسلامی تعامل که با حزب اسلامی انجام دادم با طالبان این تعامل رو انجام میدم. بله. ما نگران ما این است که دو نفر با هم دیگر به توافق نرسیده باشن که بیم این پروسه رو زمانبر بسازیم. زمانبر بسازیم تا اینکه تا نوامبر سال 2020 که نتیجه انتخابات امریکایه، ولی خواه الات متحدی امریکا بسیار مصروف شده هم به ارتباط ویروس کرونا و هم به ارتباط مثال انتخابات گپا، باز اینا ببینن که با وقت چکار میشه. مثلا اگر جو بایدن قدرت بگیره از حزب دموکرات، دید از اون نسبت به پروسه صلح افغانستان چی خواهد بود یا موزگیری از اون چی خواهد بود، به خاطر از اینکه به امریکایی‌ها اعتبار نیسته. ما و شما تجربه داریم و به چشم سر دیدیم که در جون سال 2015 ایالات متحده آمریکا و غرب یک توافقنامه هسته‌ای را با جمهوری اسلامی ایران به امضا رساندند. با مجرد که باراک اوباما روی کار شد، به سال 2018 برجام را به طور یک جانبه لغو کرد. حالا معلوم نیست که تو انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا اگر نتیجه صلح نتیجه نده، اگر همی پروسه صلح نتیجه نده چکار میشه؟ آینده افغانستان چکار میشه؟ یعنی معلوم نیست. تصمیم گیرنده آمریکا هست افغانستان. بله. درسته؟ خود تصمیم گیرنده ایالات متحده آمریکاست. مگر همی آمریکایی‌ها، ما و شما ببینیم که همی گپای از اینو به ارتباط روند صلح، به ارتباط طالبان و ضد و نقیض است. مثلا در ماه مارچ، ما به خاطر دارم این ماه مارچ یک ماه پیش خودم و یک پمپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفت که طالبان رابطه خود با القاعده قطع کردند، در حالی که به تاریخ اول جون امو گروه تحلیلی و گروه تحلیلی تحقیقی شورای امنیت سازمان ملل متحد یک گزارش ارائه کرد که طالبان روز هم با القاعده ارتباط دارند. حتی گفت در حدود بین 400 تا 600 نفر جنگجویان القاعده اینو در 11 ولایت افغانستان فعلا از بدخشان و قندوز گرفته تا به غزنی و زابل و هلمند تا به لوگر و پکتیکا و خوست و تا به کونر و نورستان و ننگرهار اینا می جنگن. و حتی گفت که اینا رابطه خود با القاعده قطع نکردن، بر علاوه از اینکه اینا با ایمان الزواهری رابطه داشتن. طالبا با یک تعداد رهبرای دیگه القاعده مانند به نام شیخ موسی، شیخ حسن موسی، ابو عثمان، احمد القطری و شیخ عبدالرحمن اینا رابطه داشتند. و عملا میبینیم که متاسفانه اینا در کنار طالبان فعلا قرار دارند، یعنی بیشتر به نفع طالبان کار میکنند. خود ایالات متحده آمریکا و نمایندگان از این جمله زلمه خیلی زاد که در این پروسه صلح دخیل است، از این معلوم میشه که اینا زیاد صادق نیستم. بله. مثلا امی چند روز پیش ما و شما شاهد حملات بسیار خونینی بودیم در افغانستان. بله. در افغانستان، در حالی که جز نمو توافقنامه صلح ایالات متحده آمریکا با طالبان کاهش خشونت بود. مگر متاسفانه که خونین ترین حوادث رخدادهای امنیتی ضد امنیتی در امی چند ماه گذشته، خصوصا بعد از عید فطر، عید سعید فطر، به این طرف ما تجربه کردیم که تنها در یک ماه گذشته از تاریخ 7 جوزا تا به 4 سرطان امسال طالبان در حدود 1538 حمله را انجام دادند که 150 در 32 ولایت که 153 نفر نیروی امنیتی را شهید کردند و 300 نفر اینو زخمی کردند. همو حادثه ای که به تاریخ 23 ثور در ولسوالی شیوی ولایت ننگرهار بالای قبرستانی رخ داد، مراسم تشریعی کسی به نام شیخ اکرام که یکی از اون فرماندهان پلیس محلی بود، در امو دیدیم که 32 نفر در اونجا کشته شد مردم و 133 نفر زخمی شدند. و در امو روز یک حادثه بسیار خونینه در شفاخانه نسایی ولدی دشت بچی غرب کابل اتفاق افتید که 23 نفر زنا و اطفال رم نکردن، شهید کردند و 16 نفر زخمی شد. یعنی در یک روز تقریبا 155 نفر زخمی شدند و 50 نفر شهید شدند. ترامپ عکس‌العمل از این ارتباط هم یاد سی نبود که طالبان را محکوم بکنه. گفت خود مردم افغانستان و حکومت افغانستان باید به قادر به مراقبت از خود باشند. یا وقتی که
زلمه خیلی زاده ما شما دیدیم عکس العمل از زیر گفتی کار طالب نیست، کار داعش است. در حالی که وقتی یک حادثه رخ میده باید تیم های تحقیقی متخصص و مسلکی اینو باید برن تحقیق بکنن که کار شما تاکید میکنید به این که طالبان و آمریکا و همچنان القاعده همه اینها با هم پیوسته هست؟ طالب، داعش، القاعده، لشکر طیبه، لشکر جنگوی، جماعت الدعوه اینا همه ساخته و پرداختی خود غربی هاست، امریکاست و اینا موره هاست که در همی رقابت های منطقبی به موره و ابزار بازی استفاده میشه. بله، و از طرف دیگه خود از اینا یک جمله موادات همی توافقنامه بود که اینا باید رابطه خود با القاعده قطع بکنند. حالا میبینیم که خود پنتاگون هشدار داد و سفیر ایالات متحده آمریکا هشدار داد و مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا هشدار داد، گفت یکی از جمله عواملی که باعث به تعویق افتیدن مذاکرات بین الافغانی شده و این پروسه را کند ساخته همی است که طالبان کاهش خشونت را رعایت نکردند. از این معلوم میشه که اینا با بعضی گروه های دیگه ارتباط دارند و فراموش نکنیم که یکی از بازیگرانی که نقش از این روند صلح افغانستان یک واقعیت گریزناپذیر است و پاکستان است که متاسفانه نو نگاه پاکستان نسبت به پروسه اصلا نشده. بنابراین به باورمه تا زمانی که مردم افغانستان به یک اجماع و یک توافق ملی نرسند و اگه قرار باشه که رهبران افغانستان دکتر سیف عبدالله و اشرف غنی به فکر باشن که پروسه را زمان بر بسازن تا 5 سال دیگه اینو به قدرت برسن، این کار نتیجه نمیده. خب فرض کنیم که همین طالبان حاضر شدن به میز مذاکره برند، آیا اگر یکی از پیشترتای طالبان همی باشه که ما همی حکومت را قبول نداریم، که اینا حکومت را تا نوز به رسمیت نشناختند، از حکومت به نام اداره کابل یاد کردند، اگر در این مذاکرات اول در این جلسه پیشنهاد از اینایی باشه که باید یک حکومت موقت شکل بگیره، آیا دکتر سیف عبدالله رئیس روس رئیس شورای عالی مصالحه یا دکتر اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان اله هستند همینقدر که از خود گذری بکنند؟ و گپ به ارتباط گپ اول شما که دارن گذری اگر صحبت بکنیم از خود گذری نیست، به نحوی تبدیل کردن افغانستان به همه امارت اسلامی گذشته هست و مردم افغانستان خواستشان به نظرم بیشتر ای باشه که حکومت حاکم باشه، یعنی دوباره به دست طالبان ندند. خو حکومت به شرط از اینکه صادق باشه و گمای صادقانه رو برداره، شما... ایتو نباشه هدف از اینو که فقط 5 سال ادامه قدرت باشه و خود از اینو بخوان به صورت مهندسی شده ای پروسه زمان بر بسازن و بانجویی بکنن. یعنی اگر... به نظر شما اگر طالبان چنین پیشنهادی رو بده یک فرد بیطرف دیگری را خواهند شان بر سر حکومت افغانستان یا نه، یا خودشان مدعی هستن که ما خود ما حکومت بکنیم در افغانستان؟ ببینیم، امی خود زلمه خیلی زود یک بار گفت که برای ایالات متحده آمریکا فقط منافع ملی از اهمیت داره و امنیت ملی از اهمیت داره. گفت ایالات متحده آمریکا به خاطر منافع ملی خود وارد هر نوع تعامل شده میتونه، وارد هر نوع تعامل شده میتونه و تعهد به متحدین خیلی معنا نداره. ایالات متحده آمریکا به خاطر از اینکه انتخابات نوامبر سال 2020 نزدیک است، یکی از ابزارها و گزینه‌های یا کارت‌های بازی که میتونه ترامپ رو به قدرت برسانه شاید نمی در پلوی کارت‌هایی که بازی میکنه شاید مسئله صلح افغانستان باشه که یک تعداد مله‌هایی که در دفتر قطر هستند اینا رو بروند صلح بیاره و اینکه بعد از انتخابات سرنوشت افغانستان چه کار میشه و اینکه خود از اینا میگن 97 گروه تروریستی 2021 گروه در میدان افغانستان مصرف فعالیت های خرابکارانه هستند و اینا حیثیت موره و ابزار بزرگ در رقابت های منطقه می دارند، اینا چه سرنوشت از اینا چه کار میشه شاید برای از اینا بسیار اهمیت نداشته باشه. بنان اگر دکتر سیف اشرف غنی و دکتر عبدالله اینا با اساس یک جرماد سیاسی به این فکر باشند که 5 سال اینا به قدرت باشند و یک اراده به خاطر آمدن صلح و ثبات اراده واقعی وجود نداشته باشه این نتیجه نمیده. و فراموش نکنیم کمال یک تعداد کسانی در ساختار قدرت هستند که اینو در آتش جنگ نفت بشی میکنند. ما از خودگذری که میگم به این معنی که شما به خاطر وطن باید از خودگذری بکنیم. همال یک تعداد کسایی است که وزیر است، وکیل است، دیپلمات است، ولی است، در ساختار قدرت است و تقریبا از 20 سال به طرف به گرده مردم سوار است. اگر خود از این نبوده با چکاکا و دماد خسربوری از این بوده اینا فکر میکنن که اگر طالب بیای خود طالب باید به بدنه قدرت به بدنه دولت جذب بشه. یک وزیر، یک وکیل، یک نفری که در قدرت است باید همینقدر از خودگذری به خاطر منافع ملی داشته باشه که جای خود رو به یک طالب تخلیه بکنه. صحبت از هماهنگی آمریکا با گروه های هراس افکن در افغانستان است آقای بیات، طوری که آقای
کامل مطرح کردن، هماهنگی وجود داره، ارتباطی وجود داره بین گروه های شبه نظامی و همچنان مخالف دولت افغانستان، مخالف امنیت جهانی، تروریست ها، گروه های مانند القاعده، طالبان و سایر گروه هایی را که نام بردن، هماهنگی وجود داره آمریکا با او گروه ها، از طرفی هم ارتباطی داره با افغانستان. یعنی اگر آمریکا خواسته باشه در افغانستان میتونه صلح بیاره. چنین حالتی صورت نمیگیره با این فرضیه. من باز فکر میکنم که این حرفی که میشه در مورد از اینکه آمریکا میتونه صلح به افغانستان بیاره، فکر میکنم یک تئوری اشتباهه. اگر ما شما بیایم روی طالبا، روی گروه هایی که در افغانستان به نام طالب مشغول فعالیت هستن یک مطالعه بکنیم، میبینیم که یک سری از گروه های طالبا در یک سری از ولایات که هستن هیچ وابستگی به او نهادی که در قطر به نام طالبا تشکیل شده ندارن. یک سری از طالبا خب شاید از طرف کشورهای همسایه تأمین بشن برای حفظ و نگهداری مرزهای کشورهای همسایه، خب طبعا یک چنین چیزی امکان پذیره. و گروه های حراس افغان یک داخل افغانستان هستن، اینها انشعاباتی هست از خود همه گروه طالبان، نیان که یک پایگاه مخصوصی مثلا از داعش داخل افغانستان تشکیل شده باشه که از دولت مرکزی مثلا داعش یا از همون حلقه اصلی، هسته اصلی تأمین بشه. صحبت از تمویل کننده بود. الان اگر بخوایم ریزبینی بکنیم قضیه طالبان را، باز هم بر میگردیم به همین قضیه ای که ارتباطاتی وجود داره. طالبان با پاکستان ارتباطش غیر قابل انکار هست. بله. و ای که حامی اصلی پاکستان آمریکا هست هم غیر قابل انکار هست. بله. تمویل کننده طالبان با این وصف اگر بخوایم صحبت بکنیم و این فرضیه ها را بچینیم، آمریکا میشه. بله. به واسطه تا پاکستان. از طرفی تمویل کننده دولت افغانستان که هست آمریکا. به این لحاظ در هر دو طرف میدان جنگ افغانستان آمریکا در حال تمویل هر دو طرف هست. این را قبول دارید؟ به این سوال میرسیم آقای علیزاده که آیا همین صلحی که شما میگین که آمریکا میتونه صلح به افغانستان بیاره، آیا کشورهای منطقه هیچ نقشی در آوردن همین صلح ندارن؟ حالا پاکستان شما بیان بگین با آمریکا. شما مثلا جمهوری اسلامی ایران چی بگین؟ شما روسیه چی میگین؟ جمهوری خلق چین چی میگین؟ هندوستان چی میگین؟ صحبت از درسته. من به سوال شما میخوام به یک سوال دیگه با شما مطرح بکنیم این قضیه را. الان آمریکا حامی اصلی افغانستان هست، از طرفی هم حامی اصلی طالبان، در حالی که در طالبان از کشورهای مثل ایران، پاکستان و سایر کشورهای دیگه مثل قطر در حال تمویل شدن هست. حالا که ادعی رد میکنن، کشور جمهوری اسلامی ایران همیشه رد کرده و اما گاهن کارشناسان امور سیاسی چنین مسئله رو بیان کردن. پاکستان که همیشه رد کرده اما با او وصف همه دیدگاه ها طرف پاکستان هست که پاکستان در حال تمویل هست. الان مطلب به اینجا هست، سیاست خارجی آمریکا در پی اهداف خود آمریکا هست. بله. و برش اهمیتی نداره صلح افغانستان. به این امر واقفید؟ بله. با این وصف آیا صلح در افغانستان میتونه کاری یا امری را سهولت ببخشه برای آمریکایی ها، یا اصلا برای منفعت اونها اصلا قابل اهمیت هست یا نه؟ بستگی داره به دیدگاه رئیس جمهوری که باز انتخاب میشه برای آمریکا. بستگی داره به اینکه آیا منافع آمریکا در منطقه، خصوصا خاورمیانه و آسیا و در همین منطقه که فعلا حضور داره، هم از افغانستان و عراق و کجا و کجا و کجا، آیا این منافع تأمین میشه یا نه؟ آیا با آمدن صلح در افغانستان اون منافعی که آمریکا نیاز داره به او در منطقه، آیا اینا تأمین میشه یا نه؟ ایر اگر تأمین بشه 100% او هم دنبال منافع خود خونه احتمال داره که این صلح آماده نباشه. ولی باز هم من دارم میگم در ادامه حرف ها خو بله. که پروسه صلح، صلح بین الافغانی، این یک پروسه‌ای که کشدار میشه تا خود انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. و گروه طالبا یک گروه منحصر به تحت نظر آمریکا نیه. در افغانستان گروه های زیادی به نام طالبان از طرف های مختلف، از جناهای مختلف تشکیل شده و فعلا برای همین آب گلالود و ماهی گرفتن از اونا استفاده میشه در همین افغانستان. فرصت خوبی برید. سپاسگزارم از شما. من حیث آخرین سوال از برنامه امروزی از آقای کامل مخامی رو بدانم که صحبت به این هست که نشست بین الافغانی ممکنه در قطر برگزار بشه و در مقری که طالبان در اونجا هستن و یا هم یک مکان دیگه ای در قطر، کدام کشور بستر مناسبی داره برای گفتگوهای بین الافغانی؟ آیا قطر میتونه چنین میزبانی را خوب ادا بکنه در حالی که خودش دخیل در جنگ افغانستان هم هست؟
محمد بن عبدالرحمن وزیر خارجه قطر طرفدار طالب است و برها پیشنهاد کردند به حکومت افغانستان که زندانیان طالب باید آزاد بشه. من فکر میکنم که کسانی که از چند سال به طرف در دفتر قطر هستند، قطر به قدر کافی تونسته بالی از اینا ایمال نفوذ بکنه و شاید هم قطر اهداف و خواسته های داشته باشه در منطقه که توسط از اینا او رو به کرسی بنشانه. آنچه که بسیار مهمه ای است که سال وقتی نتیجه میده که طالبا از استقلالیت فکری و تشکیلاتی برخوردار باشند، یعنی خود از چارچوب بازی استخباراتی باید بیرون بکشند. شما به قدر کافی روی همی رفتامت های ظلمه خیلی زاد به قطر و نشست هایی که در اونجی بود چی شده؟ بس شده. بله. هر بار که اینا در قطر امرای ظلمه خیلی زاد نشست کردند، باز یک گروپی از اینا آمده با پاکستان گفتند باید ما بریم برای کلانه خود مذاکره بکنیم. از این معلوم میشه که بازیگر اصلی قضیه صلح افغانستان پاکستان است و قطر هم بسیار نقش داره. ما فکر میکنم که از قطر کرده اگر به بعضی کشورهای اروپایی مثلا در آلمان یا در اندونزیا یا در نروژ یا در ترکمنستان کشور بیطرف است، اگر به این کشورها اگر قرار باشه که مذاکرات بین الافغانی شروع بشه، اگر اینا میزبان باشن بهتر است از کشور قطر. و یک مسئله دیگر هم فراموش نکنید که ما یک نگرانی دارم که همین مسئله صلح افغانستان یک بازی استخباراتی پاکستان نباشه که یک تعداد تشویق میکنه به روند صلح بیایند و یک تعداد دیگه گروه های دیگه باید اینا در میدان های نبرد بجنگند که اینا در داخل هم افراد خود داشته باشند در ساختار قدرت و در بیرون هم. انحال در اینجا که تارک استاز گفتند کشورهای بسیار زیادی در قضیه صلح افغانستان دخیل هستند و هر کدوم از اینا و یک جمله عوامل کمی کابینه تانو تشکیل نشده که هنوز حکومت معلوم نیست کابینه. ما فکر میکنم که چون زنی در بین حکومت افغانستان و کشورهای منطقه شد باشه که هر کدوم از اینا کوشش میکنن تمام وزرا و افراد کلیدی خود در ساختار قدرت داشته باشن که از منافع از اینا دفاع بکنن. بنان پروسسل وقتی نتیجه میده که حکومت افغانستان به ارتباط هیئت مذاکره کننده صلح تجدید نظر بکنه و تجارب همین روند سلسلی کشورهای منطقه و جهان نتیجه داده که از متخصصین سازمان ملل متحد و از متخصصین بین المللی افراد بیطرف اینا میتونن کمک بخوان اونا رو استخدام بکنن و از طرف دیگه پاکستان بعد استقلالیت تشکیلاتی داشته باشند. خو اگر فرض کنیم که این اعمال همین مذاکرات بین الافغانی شروع شد که یک پروسی بسیار زمانبر بغرنج و پیچیده است، اگر طالبا برنامه پاکستان و کشور قطر و بعضی بازیگران دیگه که از اینا حمایت میکنه، اگر اینا قرار باشه که خواسته ها و پیشرفت های مطرح بکنن که برای مردم افغانستان قابل قبول نباشه، بازی پروسه به هم میخوره. و ما باور دارم که اگر تا نوامبر امسال اگر این مذاکرات طالبان نتیجه داد بروند سال آمادن، خوب ما ایر به فال نیک میگیریم. و اگر قرار باشه که این زمانبر بشه و باز بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا اگر جو بایدن به قدرت برسه، فراموش نکنیم که نو نگاه ذهنیت از اون نسبت به افغانستان یک ذهنیت مثبت نیست، به خاطر از اینکه جو بایدن بارها گفته بود وقتی که معاون رئیس جمهور باراک اوباما بود گفته بود که افغانستان ارزش جنگیدن نداره، ما میتونیم پایگاه خود را به پاکستان ببریم و بران در منطقه از طریق پاکستان مدیریت بکنیم. بنان ما پیشنهاد ما به شریک استراتژیک و بین المللی ایالات متحده آمریکایی است که با مردم افغانستان از این بیشتر بازی نکنند، جنگ در میدان افغانستان ادامه ندن و یک اراده به خاطر آمدن صلح و ثبات از طرف از اینا با وجود بیه. بله. و همو تجارب و گذشته تکرار نشه به خاطر از اینکه باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بود در سال 2008 وقتی که میخواست رئیس جمهور شه وعده داد که ما در افغانستان صلح میارم، به سال 2023 بار دوم با گفته که ما طالبا را بروند صلح میکشونیم، مگر تمام گپای از اینا کف رو یاب بود. سپاسگزارم از شما. هرچند گفته های اخیر شما درخواست هایی را که مطرح کردید امیدواریم که به گوش دی برسه، هرچند فکر میکنم که آمریکایی ها به همچین چیزهای توجهی نخواهند کرد. این بود برنامه خبرگستری این هفته با مهمانان من در برنامه که سپاسگزاریم از شما، عبدالقادر کامل آگاه امور سیاسی و محمد جواد بیاد آگاه امور سیاسی. تا برنامه دیگر و خبرگستری دیگر، خداوند یار و نگهدار.